باشد که من آرام، شاد و در جسم و روحم نورانی باشم. باشد که در امنیت و از آسیب آزاد باشم. باشد که از خشم، پریشانی، ترس و تشویش آزاد باشم. باشد که بیاموزم تا به خودم با چشمانی سرشار از درک و عشق بنگرم. باشد که دانه های شادی و مهربانی را در خودم تشخیص داده لمس کنم. باشد که در خودم منبع خشم، ترس و پندار بیهوده را تشخیص داده ببینم. باشد که بدانم چگونه هر روز بذر شادی را در درونم آبیاری کنم. باشد که قادر باشم با نشاط، استوار و آزاد زندگی کنم. باشد که از وابستگی ها و مخالفت رها باشم، ولی نه از روی سهل‌انگاری. سلام دوستان عزیزم، روزتون بخیر. شیدا یوسفی هستم، دوست دارم که امروز راجع به مراقبه و اصلاً چرا مراقبه بیشتر با هم صحبت کنیم. شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشه که اصلاً چرا باید مراقبه کنیم؟ مگه مدیتیشن چه تأثیری داره که این همه دارن میگن که باید انجام بشه، هر روز مراقبه کنید، تو حال خوبتون تأثیر میذاره؟ چه اتفاقی مگه قراره بیفته با این مراقبه که این همه روش تأکید میکنن؟ توی این فایل صوتی آموزشی دوست دارم که کمی راجع به چرا مراقبه و جواب این گونه سوالهای شما صحبت کنم. مراقبه از یک کلمه‌ای که ریشه لاتین داره به معنای التیام بخشیدن گرفته شده. خب حالا یعنی چی؟ ما جراحاتی داریم توی این دنیای پرزرق و برق و آشفته. هر روز ما داریم این زخم‌هایی رو تحمل می‌کنیم. خشم، نادانی‌ها، کینه، شهوت، غرور، همه اینها جراحت‌هایی هستند که بر وجود ما صدمه می‌زنند، به جسم و جان ما صدمه می‌زنند. و حالا ما می‌خوایم با مراقبه التیامی به جسم و جان خودمون ببخشیم. با سکوت این التیام اتفاق میفته. در حقیقت سکوت میتونه غبارهایی که به روحمون چسبیده رو در طول زندگی پاک کنه. ما هر روز به دلیل همین دغدغه ها و این نوع زندگی هایی که این روزها داریم، زندگی های پرهیاهو، غبارهایی به وجودمون میچسبه. با سکوت این غبارها شسته میشه، وجود ما التیام پیدا میکنه، نیرومندتر میشیم و تو دریای سکوت رها میشیم و پاک و تمیز و با آرامش بیشتر میتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. خب تا اینجا تا حدودی متوجه شدیم که اصلاً چرا مراقبه؟ به دلیل این زخم‌هایی که داریم، به دلیل این جراحت‌ها، به دلیل این زندگی پرهیاهو و همهمه‌هایی که تو زندگی داریم، به دلیل اینکه لحظه‌ای می‌خوایم آرامش رو تجربه کنیم، می‌خوایم التیامی به وجودمون ببخشیم، می‌خوایم این غباری که روی وجود ما نشسته رو می‌خوایم بشوییم و آرام باشیم. حالا از یک نگاه دیگه می‌خوایم نگاه کنیم. حالا توی مراقبه چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت ما با مراقبه می‌خوایم وصل بشیم. می‌خوایم وصل بشیم و این حفره‌های خالی درون وجودمون رو پر کنیم. با چی می‌خوایم پر کنیم؟ با نور الهی. به قول خانم دبی فور تو کتاب وجود مقدس شما، ما میخواییم شبح تشنه وجودمون رو پر کنیم
با نور الهی. و حالا فکر کنید که اگر این شبح تشنه با نور الهی پر بشه، چه آرامش عمیقی به وجود ما میاد. دیگه ما واقعا همیشه درخواست کننده نیستیم، چون دیگه وجودمون سیراب هست از نور الهی. منتظر تاییدها نیستیم، وابسته به دیگران نیستیم و چقدر قدرت درونیمون بالاتر میره. اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میکنه، عزت نفسمون و به گوهر عمیق وجودمون، گوهر درونی وجودمون ایمان بیشتری پیدا میکنیم، چون داریم میشناسیمش. وقتی میشناسیمش، وقتی صفتهاش رو میبینیم، مطمئنن بیشتر دوستش خواهیم داشت. بله، راجع به گوهر درونیتون دارم صحبت میکنم. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. وقتی این گوهر وجودی خودمون رو دوست داشته باشیم، پیداش کنیم و صفتهای خوبش رو ببینیم، مطمئنن بیشتر بهش بها میدیم و دیگه در طول روز به دنبال فرصتی میگردیم برای اینکه آرامش بیشتری رو تجربه کنیم، این آرامش عمیق رو تجربه کنیم. وقتی چشمامون رو میبندیم، این حواس پنجگانه‌ای که دائما فعاله کمی آرام میشه. چشم‌ها بسته دیگه نمیتونیم ببینیم. کم کم با وارد شدن به دنیای درونمون دیگه صداهای اطراف هم نمیشنویم. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. چو تو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند. وقتی چشمامون رو میبندیم دیگه از این جهان و هیاهوهاش چیزی باقی نمیمونه و وارد دنیای درون خودمون میشیم. صلح و آرامش عمیق رو دریافت میکنیم. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه، این صلح و آرامشی که دریافت می‌کنیم، این صدای خدا که در وجود ما جاری میشه و نهادی نمیشه رو میتونیم با خودمون به تک تک لحظات زندگیمون ببریم و میبینیم که وجود ما که سرشار از صلح و آرامش شده و سرشار از نور الهی است، در تمام زندگی جاری میشه. نه تنها در تمام زندگی، زندگی خودم در تمام جامعه میتونه جاری بشه و من میتونم پیام آور صلح و عشق باشم، نه تنها برای خودم، برای خانواده کوچکم و برای خانواده بزرگم، جامعه و برای کل دنیا. امیدوارم که تا حدودی متوجه شده باشید که چرا مراقبه میکنیم. با فایل های صوتی بعدی در خدمتتون هستم و بیشتر راجع به مراقبه و نحوه اون و دلیل و لزوم اون در زندگی باهاتون صحبت میکنم. مراقب خودتون باشین و از تمام لحظات زندگیتون بهره ببرید. شیدا یوسفی هستم، در خدمت شما و دوستدار همه شما عزیزان.